عکسی را که نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق در 25 شهریور ماه 1401 خورشیدی در پیام رسان شخصی خود منتشر کرد را میتوان مهمترین عکس در یک سال آغازین جنبش زن زندگی آزادی نامید. عکسی که پدر و مادر بزرگ مهسا امینی 22 ساله را نشان می‌دهد که در غم از دست دادن وی در سالن بیمارستان سوگواری می‌کند. این عکس خیلی قویه. شما یک راهرو رو می‌بینید، همینجوری مستقیم، همینجوری به بی‌نهایت هست و دو نفر همدیگر رو بغل کردن. خب این واقعا انسان رو به گریه می‌اندازه. میگم خیلی لحظه قوی و خیلی لحظه انسانیه که خب مردم اینجوری جریدار شدن و یه دفعه منفجر شدن. خب برای همه این عکس خیلی عکس مهمیه. نیلوفر حامدی خبرنگاری که این عکس را گرفت نیز یک هفته بعد بازداشت شد و اکنون یک سال است در انتظار محاکمه در زندان و در بازداشت موقت به سر می‌برد. با آغاز اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، عکاسان حرفه ایرانیز همچون خبرنگاران از پوشش اخبار منع کردند و چند نفر از عکاسان نیز بازداشت و زندانی شدند. خبرنگارای ایران اجازه نداشتن گزارش تهیه کنن و عکاسه برن عکاسی کنن. من تنها تصاویری که واقعا به خاطرمه تمام این تصاویر رو با تلفن موبایل گرفتم و یه تعدادی عکسی که من خب خیلی خوب به یادمه، مخصوصا روزای اول که خب تظاهرات شروع شد، یه خانومیه که روی ماشین ایستاده و داره یه روسری رو آتش میزنه و رنگش هم از نارنجی. خب این یه تصویری بود که اولین بار واقعا ذهن من رو مشغول کرد. با مرگ مهسا، زنان با قیچی کردن موهای خود روند اعتراضی خود را به ادامه فعالیت گشت ارشاد و حجاب اجباری نشان دادند. حرکتی که در نمونه مشابه یک دهه قبل‌تر زنان مصری در اعتراض به پیشنویس قانون اساسی این کشور موهای خود را قیچی کرده بودند. نیمه مهر ماه 1401 خورشیدی دانش آموزان دختر با انتشار عکسایی در کلاس‌ها بدون روسری دیده شدند و بدین ترتیب عکاسی با تلفن‌های همراه از خیابان‌ها به داخل مدارس نیز کشیده شد. تمام این تصاویری که اومده بیرون اونا خیلی مهمه، لحظه به لحظهش. نمیشه روی یه دونه عکس تکیه کرد که بگیم این عکس فوق‌العاده است، چون هر لحظه‌ای خلاصه یک لحظه مهمی بود. مثلا موقعی که دانشجو توی دانشگاه بودن، تجمع داشتن، خب این خیلی مهمه، بدونین. بعد خود تظاهرات خب مهم بود، بعد همین مسائلی که مثلا مردم الان توی خیابون بدون روسری میرن که من نیستم و آدمای دیگه نیستن، خب به اطلاعات زیادی میده و اوضاع رو اینجوری میتونه راحت‌تر نشون بده و میتونیم حداقل از اوضاع کشورمون با خبر باشیم. عکس‌های شناخته شده ای که بعد از ورود عکاسی به ایران از 180 سال پیش به این سو در حافظه جمعی ایرانیان بر جا ماندند کم نیستند، اما کمتر عکسی در طی این سالها به نمادی برای حرکت دست جمعی و تلاش برای تغییر در جامعه ایران تبدیل شده است که بدون شک تعدادی از آنها در طی یک سال گذشته و در جریان جنبش زن زندگی آزادی توسط مردم عادی عکاسی شدند.